سلام سلام، من زوس هستم. آره، خدای خدایان. طبق سایت ویکیشیه، دیه مالی هست که قاتل باید در جبران قتل به خانواده مقتول بده. در قرآن فقط یک آیه در مورد دیه وجود داره که اون هم حکم دیه رو مشخص نکرده و عملا به هیچ دردی نمیخوره. بنابراین بر اساس تعدادی روایات برای دیه احکامی وضع کرده اند و همین احکام امروز وارد قانون مجازات اسلامی در ایران شده و اجرا میشه. اینکه دیه یه قتل نفس یا 100 تا شتره یا 200 تا گاوه یا 1000 تا گوسفنده یا 200 تا حله که عبارت از دو قطعه لباس از برد یمانی است یا 1000 دینار و یا 10000 درهم. عملا این ستای آخری بی‌معنا هستند و شتر و گاو و گوسفند ملاک هستند. برای از بین بردن جنین انسان هم دیه تعیین شده. نطفه 20 دینار، علق 40 دینار، مزق 60 دینار، استخون بدون گوشت و چربی 80 دینار، استخون گوشتدار بدون روح 100 دینار، روح دمیده باشه در پسر 1000 دینار، یعنی همون دیه کامل، و در دختر نصف دیه پسر. میدونید که این تقسیم بندی رشد جنین در علم اسلامی هست؟ در جنین مسلمونا اول استخون تشکیل میشه بدون گوشت، بعدن گوشت دار میشه. اما در علم جنین شناسی غربی های کافر نجس، گوشت و استخون با همدیگه شکل میگیرند. استخون بدون گوشت نداریم، اما این احکام بر اساس علم نادرست اسلامیه. مقدار پرداخت دیه در دو مورد افزایش پیدا میکنه، یکی در حرم مکه که برای مسلمان ها مقدسه و دیگری در ماهای حرام که یه زمانی بین قبایل عرب تفاهم کرده بودند که توی 4 ماه با هم دیگه نجنگند. امروزه مقدار پرداخت دیه به حرمت اون قرارداد قبایل بیابون تا 1/3 دیه افزایش یافته. مقدار پرداخت دیه در یک مورد هم نصف شده، در قتل زن. نوشته نصف بودن دیه ی زن نسبت به مرد مورد اتفاق تمام فقیهان شیعه است و فقط 2 تن از علمای اهل سنت مخالف اون هستند. و اما دیه ی غیر مسلمان هم داریم. اسلام برای جان غیر مسلمان هم ارزش قائله. اگه مسلمانی غیر مسلمانی رو بکشد، قصاص که نمیشه، غیر مسلمان کشته، فقط باید دیه بده، اون هم 10000 درهم. خیر، 800 درهم برای مرد و 400 درهم برای زن. یعنی دیه غیر مسلمان 8% دیه یک مسلمان هست. یعنی در یک مملکت اسلامی یه چاقو داشته باشی با پول یک دیه نفس، او میتونی 12 تا غیر مسلمون رو آشکارا بکشی، قصاص که نمیشی هیچی، پول دیه هر 12 نفرم با 1 دیه میتونی بپردازی، تازه تجیبت هم یه چیزی میمونه. تازه اینها برای غیر مسلمانی هست که اهل ذمه باشه، مسیحی، یهودی یا زرتشتی باشه، اگه دور از جون بی خدا باشه یا بهایی و بودایی باشه، او دیگه دیه نداره که هرچی دوست داری بکش. اما نوشته که دیه اعضا در زن و مرد مساوی است. به به، مگر اینکه مقدار دیه به 1/3 دیه کامل مرد برسد یا از آن بیشتر شود، که در این صورت دیه برای زن نصف می شود. این یعنی چی؟ یعنی مثلا دیه کامل میشه 231 میلیون تومان. مقدار 70 میلیون تومان کمتر از 1/3 دیه کامل هست. اگر به اعضای بدن یک نفر به اندازه کمتر از 1/3 آسیب برسه، فرق نمی کنه مرد باشه یا زن، مثلا 70 میلیون تومان بهش تعلق می گیره. اما اگه نه، آسیب اعضا بیش از این باشه، مثلا به اندازه 80 میلیون تومان باشه، دیگه بیش از 1/3 دیه کامل هست. اون وقت اگه مرد باشه 80 میلیون تومان بهش تعلق می گیره و اما اگر زن باشه 40 میلیون تومان بهش میدن. دیه برای زن نصف میشه.
یعنی در آسیب کمتر اگر زن باشه 70 میلیون میگرفته، در آسیب بیشتر 40 میلیون میگیره. این حکم این رو داره میگه. کسانی که از اسلام دفاع میکنند، اسلام فقط یک خدای مهربون با یک قرآن قصه گو نیست. همین احکام ناعادلانه، احکام غیر انسانی و پرت و بیخود جزء اسلامه. مسلمان ها در برابر آیات قرآن و روایات پیامبر و امام عقل و انصاف خودشون رو تعطیل می کنند تا به عذاب جهنم دچار نشن، و بدتر از اون سعی می کنند که از همین احکام غیر انسانی دفاع کنند تا مشمول بهشت برین باشند. میگن برخی فقها طبق روایاتی دیه زن و مرد رو برابر میدونند. باشه، مهم نیست. آیات و روایات زد و نقیز در اسلام زیاده. فعلا که نظر اجماع مسلمین و احکام اسلامی که داره اجرا میشه اینه که دیه زن نصف مرده، ارث زن نصف مرده، گواهی زن نصف مرده. در توجیه این حکم تبعیض آمیز دیه زن، از نظر عده‌ای از پژوهشگران دیه جبران خسارت ناشی از فقدان مقتول برای خانواده‌اش است، و از آنجا که معمولاً مرد متولی اداره یک خانواده است و بار اقتصادی آن بر عهده اوست، در نتیجه جبران خسارت فقدانش بیش از زن است. خسته نباشن این پژوهشگران گرامی جمیعاً. دیه یک جنین به دنیا نیومده با گوشت استخون روحدار، با مرد خانواده که کار میکنه، با پیر مرد مریض از کار افتاده، از مرد دیوانه تا مرد عاقل، از دانشمند تا بیسواد، همه جبران فقدانشون یه قیمته. در حکم اسلامی فرقی نداره. اون وقت نوبت به جنس زن که رسید، اداره بار اقتصادی خانواده مهم شد. وقتی دیه جنینی که توی شکم مادرشه، اگه پسر باشه دو برابر دیه مادرش هست، بار اقتصادی خانواده مطرحه؟ اصلا موضوع جنسیت نبوده؟ زن و مرد نبوده؟ برای پژوهشگران خجالت مطرح نیست؟ حتما باید یک دفاعی کرده باشند؟ من اینجا یک نکته رو هم دیدم که حیفم اومد اشاره نکنم. در دیه اعضا نوشته که به بیضه چپ 2/3 دیه کامل تعلق میگیره و آسیب به بیضه راست 1/3 دیه. بله، بعضی مسلمان ها هم سعی کردن که این بیمنطقی رو توجیه کنن که چرا در حکم اسلامی ارزش بیضه چپ 2 برابر بیضه راسته. یعنی عملا دیه آسیب به بیضه چپ مرد از دیه قتل یک زن بیشتره. و مسخره تر از این حکم، تلاش مسلمان های عزیز برای توجیه این حکم اسلامی است. در توجیه گفتند که خون سیاهرگ های بیضه چپ به سیاهرگ کلیه چپ میریزه، ولی خون سیاهرگ های بیضه راست به سیاهرگ اصلی وارد میشه. این درسته. اما بعد گفتند پس آسیب به بیضه چپ باعث نارسایی در کلیه چپ میشه، اما در سمت راست اینطور نیست. همیشه مسلمون ها دروغ رو اینطوری میسازند. اول یک نکته درست رو میگن، بعد یه دروغ پشت اون حواله میدن. خدا قبول کنه ایشالله. دروغ سلاح مؤمنه. این سیاه رگ ها رگ های خروجی خون هستند. خون اون وارد کلیه نمیشه. اونها تفاوت دیگه ای پیدا نکردند که این دیگه رو با اون توجیه کنند. اما حالا واقعا چرا این تفاوت در حکم اسلامی وجود داره؟ همه با بیماری واریس پا آشنا هستید. خون در سیاه رگ های پا جمع میشه و باعث گشاد شدن و تبرم و پیچ خوردگی سیاه رگ های پا میشه. همین وضعیت برای رگهای بیضه‌های انسان هم ممکنه پیش بیاد. بهش واریکوسل میگن. رگها پرخون و پیچ خورده میشه و در ظاهر بیضه پرخون بزرگتر به نظر میاد. و میدونید که دمای بدن برای اسپرم زیاد هست. اصلا برای همین عملاً بیضه‌ها در فضایی بیرون بدن هستند. برای همین واریکوسل و پرخون شدن رگهای بیضه ها میتونه باعث گرمای زیاد و مختل شدن اسپرم سازی در بیضه ها بشه و در واقع میتونه باعث ناباروری مردان باشه. پس یه بیضه با بیماری واریکوسل به ظاهر بزرگتر هست، اما توانمندی کمتری در تولید اسپرم داره.
و در میان مردان واریکوسل بیضه چپ شایع تر از بیضه راست هست. اتفاقا به همون دلیل تفاوت در سیاه رگ ها، این که سیاه رگ بیضه چپ عمودی قرار گرفته موجب میشه که خون سیاه رگ ها سخت تر بالا بره و احتمال واریکوسل چپ رو افزایش میده. من حدس میزنم که اون کسی که اول بار چنین حکم اسلامی رو نوشته، حالا یا پیغمبر، امام فقیه یا هر کی، احتمالاً خودش واریکوسل چپ داشته. فکر کرده که همه همین جوری اند و چون با عرض معذرت سمت چپیه رو بزرگتر دیده، فکر کرده که این بزرگتره لابد کارایی بیشتری هم داره دیگه و اساسی تر هست. بی سواد بوده، پیش خودش فکر کرده که این یکی بزرگتره، همچین ایول داره، پس دیه اون رو دو برابر سمت راستی تعیین کرده. وگرنه هیچ دلیل دیگه‌ای برای این حکم بی خود نمیشه پیدا کرد. اینها شده احکام قضایی مملکت ما و کان الله علیمن حکیما. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.